واجهه با آثار هنری با دید باز و منطقی تری عمل نمایند و علاوه امکان تشخیص آثار هنری را از آثار شبه هنری بیابند و برای تکامل و بلوغ هنری خود از این دانش بسیار مفید استفاده مطلوب را نمایند. جنبه دیگر این آشنایی با ساختار به مخاطب اثر هنری باز می‌گردد. اگر بپذیریم که نقاشی یک بیان تصویری است و همانگونه که گفتیم این زبان تصویری از عناصری که نقش حروف و کلمه ها را به عهده دارند تشکیل می شود، هنرمند نقاشی بر اساس نوع نگرش خود یا بیان موضوع و مضمون محتوا و معنایی که در نظر دارد به ترتیب این عناصر بصری و کیفیت تجسمی آنها می پردازد. هنرمند نقاش با نوع ترتیبی که انتخاب و خلق می کند و اثر خود را بر پایه آن بنا می نهد به بیان احساسات، تخیلات و عواطف درونی خود و ارتباط با مخاطب خویش می پردازد. فعلا به چگونگی این ارتباط توجه نمی کنیم، اما تنها به این نکته اشاره می کنیم که مخاطب این اثر هنری برای ایجاد این ارتباط نیازمند آشنایی و تسلط نسبی بر این زبان تصویری. به عنوان مثال یکی از غزلیات حافظ را به یاد می آوریم: هر کس به اندازه تسلط بر زبان و الفبای تشکیل دهنده آن امکان درک و دریافت آن را پیدا می کند. بدیهی کسی که زبان فارسی نمی داند و یا فردی که علی‌رغم این که به زبان فارسی صحبت می کند و نمی شد اما کاملا به زوایا و کنایات عمیق آن مسلح و یا حداقل آشنایی، به طور قطع از عمق معانی این غزل و موارد مشابه آن دریافت صحیحی نخواهد داشت. مخاطب یک اثر هنری تصویری نیز می باید به حداقل دانش و اطلاعات برای این نوع دریافت بصری آشنا و مسلط باشد. یکی از جنبه‌های بسیار مثبت تسلط بر روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی چه برای مخاطبین و چه منتقدین و تولید کنندگان اثر هنری، جلوگیری از لغزش‌های احتمالی در تشخیص آثار هنری اصیل از آثار شبه هنری، چه بسیار مواردی که سوداگران با تبلیغات و اغراق در ارائه و عرضه برخی آثار توانستند ذائقه بصری مخاطبین را تحت تاثیر قرار داده و در این میان جنبه‌های ناب آثار هنری اصیل را در لابلای هیاهو و تبلیغات گوناگون خدشه‌دار کرده، محو نموده و کنار بزنند. بنابراین داشتن شناخت و توانایی لازم جهت درک و دریافت صحیح آثار هنری از غیر آنها امکان چنین خطایی را نفی کرده، در واقع کلید فهم آثار نقاشی را به دست مخاطب داده و از هر گونه خطا و انتعال وی جلوگیری می‌کند.
برای استفاده بهتر از فراگیری روش تجزیه و تحلیل آثار منتخب در این مجموعه، توضیح کوتاه ضروری می نماید. در آثاری که به ساختار آنها پرداخته شده، فقط بخشی از جنبه های ساختاری آنها در نظر گرفته و اجرا شده است و البته به همه آنچه که در آثار مذکور به دست هنرمند لحاظ شده پرداخته نشده. در واقع کلیات ساختار این آثار در نظر گرفته شده. همچنین اجرای تصاویر و تاکید بر جنبه های مختلف آنها در حد اتوتهای رنگین کار شده و اصولا نیازی به ساخت ساز علمی از روی آثار نبوده. برای درک صحیح‌تر و روشن‌تر مسئله، فراگیری جدول ضرب را در دوران کودکی به یاد می‌آوریم. در ابتدا برای ضرب دو عدد و رسیدن به پاسخ، مثلا 5 ضرب بر 4، کودک 5 دسته 4 تایی را در نظر می‌گیرد. مصداق این اعداد هم هر چیزی می‌تواند باشد. حتی گاهی از چوب کبریت و نزای ران استفاده می‌شود. بنابراین کودک 5 دسته 4 تایی یا 4 دسته 5 تایی را شمرده و به کناری بگذارد. سپس آنها را با هم جمع می کند. در واقع برای رسیدن به پاسخ عملی انجام می گیرد که با صرف انرژی و زمان زیاد همراه است. برای پیدا کردن پاسخهای پیچیده تر به طور طبیعی زمان و انرژی بیشتری لازم است. اما همین کودک پس از تسلط بر روابط ریاضی در جدول ضرب در مقابل هر سوالی که از او پرسیده می شود بلافاصله و کاملا بدون نقص پاسخ صحیح را ارائه می کند. اعمالی که ذهن برای رسیدن به پاسخ سوال انجام می دهد به هیچ وجه به وضوح و روشنی خود پاسخ سوال نیست و به نظر می رسد که ذهن برای رسیدن به چنین پاسخ صحیحی راهی میانبر پیموده است. در مواردی نظیر آنچه که ذکر شد در اعمال روزانه انسان ها بسیار است. پس همانطور که اشاره نمودیم یه توان گفت که نقاشانی که بعضی از آثارشان برای تجزیه و تحلیل در این مجموعه استفاده خواهیم کرد نسبت به اصول و مبانی تجسمی و روابطی که در این برنامه با آنها می‌پردازیم همان وضعیت را داشتند که روح یک انسان مسلط به جدول ضرب و نظایر آن دارد. در بخش‌های آخر این برنامه برای تحلیل از تجربیات آن کمپوزیسیون رنگ‌های سرد و گرم و تاریکی